به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. ریشه بسیاری از اشتباهات ناآگاهیه. درسته که کسب آگاهی احتیاج به انرژی و زمان داره، اما مسلماً آگاهانه عمل کردن نتایج شیرین تری به همراه خواهد داشت. ما اینجاییم تا یاد بگیریم، تا زمانی که به آگاهی نسبتاً کاملی نرسیدیم اقدام نکنیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. تو این چند وقتی که مافیا بازی کردی آقا مصطفی، چی یاد گرفتی؟ چه تأثیری روی شخصیتت گذاشته؟ خب اگه شعاری صحبت نکنیم که بگیم حالا درس زندگی بهمون داده اینا، واقعا من تأثیر گذاشته روم، یعنی واقعا اطرافیانم راحت شناختم، خیلی کمک کرده به حرف زدنم، به صحبت کردنم و به رفتارم تو زندگی. دو تا چیز داشت واسم مافیا. یکی اینکه خیلی رفیقای خوبی پیدا کردم که این رفاقتمون گسترش پیدا کرد خارج مافیا، و نکته اولش این بود. بحث بعدی هم یکی راحت صحبت کردن تو جمع، اون بحث فن بیانه، اینکه توی جمعی که مثلا برای اولین بار میری و غریبه ای، راحت بتونی صحبت کنی، استرس نداشته باشی، حرفت راحت بزن. خیلی وقتا من اون سیاهی طرف رو تونستم بگیرم، خیلی وقتا هم موقعی که خودم میخواستم موضوع رو ثابت بکنم تونستم با کنار همچیدن دلایل به اون خواسته ای که میخواستم برسم. فصل 8 تا 1 هشتم رفتم، فصل 9 تا فینال، فصل 10 تا 1 چهارم. به به. و شما پس سابقه درخشانی دارید دیگه. آقا نیما، انگیزت برای شرکت کردن تو مسابقه شهروند من سنجیدن خودم، اینکه ببینم تا کجا میتونم پیش برم. هدف این بود که اول اینکه یه چالشی بود با شرکت کننده‌های مختلف تو سراسر کشور بیایم بازی کنیم، و دوم اینکه باهاشون رفیق بشیم و یه رفاقت توشون پیدا کنیم. موفق باشید. ارادت مخلصیم. آقا به من گفتم ماشین میدن هر کی تا فینال برسه. ما شرکت کردیم، برسیم به فینال ماشینشو بگیریم. از همین مرحله هم بری بالا ماشین میدن. مرسی. آقا سروش موفق باشید. مخلصیم. سلامت باشید. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتوی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه، و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتوی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده.
نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. سلام و عرض ادب خدمت شرکت کننده های محترم، خیلی خوش اومدید به فصل 15 مسابقه شهروند و مافیا. برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقای صادقی سلام، حالتون چطوره؟ به نام تو آغاز میکنم که خدایی. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که تو فصل 15 هم شما رو داریم آقای نورایی. امیدوارم که فصلهای بعدی هم شما رو داشته باشیم. حتی من صحبت کردم با کارگران، گفتم حالا ببینیم چطور میشه. امیدوارم که یک بازی جذاب رو کنار هم دیگه ببینیم و همه از این بازی لذت ببریم و همین دیگه، چیز دیگه ای نه. آقای صادقی جانم، میخواین از همین لحظه فصل 15 شما رو نداشته باشیم؟ به هر حال تلاشتون قابل تحسینه. با بله یا خیر جواب بدین آقا. بله یا خیر؟ من رفتم گل بچینم. متشکرم. آقای نوید سلام، حال شما چطوره؟ متشکرم، سلام به شما، سلام به همه. خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمتتون هستیم. دوستان امیدوارم که بازی جذابی داشته باشین، در نهایت پایان بازی خودتون از عملکرد خودتون راضی باشین، موفق باشین. متشکرم. آقای سینا سلام. به نام او که خلق میکند و میمیراند سلام، آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم تو بهترین روز خودتون باشین و موفق باشین. درود بر شما. آقای حمید سلام، حال شما چطوره؟ درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. بفرمایید آقای حمید. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. خندش یه درست کنم. همین فصل دچار چالش با هستیم و هستم. آقای حمید درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. اگر میخواید خواباتون تعبیر شه اول باید بیدار شوید. جی ام آقا ما آخر شو ببارید. نمیگم نویسم داشت. خیلی متشکرم آقای حمید، استفاده کردیم. بینندگان عزیز من عذرخواهی میکنم بابت آقای حمید. میریم سراغ داور پنجممون آقای مصطفی. سلام و عرض ادب، حال شما چطوره؟ ممنون، متشکر. سلام و عرض ادب، نکته خاصی نیست، فقط امیدوارم بازیتون به جذابیت اسم نفر شماره یک باشه. همین آقای مصطفی. بله بابا، درود بر شما. ارادت. خسته نباشید آقایون داورای عزیزمون. بریم سراغ دور معارفه. دوستان صحبت میکنن، 15 ثانیه بدون چالش شماره یک، بفرمایید. دوستان سلام، مصطفی بازیام، از ملایر میام، دیار کریم خان زند، شهر جهانی انگور و شهر جهانی مبل منبت. امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. آقا مصطفی حمایت دلی داری از من. اتهام مافیایی میزنم به شماره 2، شماره 3، شماره 8 و شماره 10. این اتهام یادتون باشه، از بین 4 تا احتمال داره 3 تا مافیا بیاد بیرون. نکست. بعدی. سلام دوستان، من مهدیم، شهروند بازی. خیلی خوشحالم با هم بازی میکنیم. آقا شماره 7 واسه من مشکوکه به خاطر رفتارش بعد از نقشگیری. شماره 5 هم مشکوکه. شما هم مشکوکی. شما همین اتهاماتو یهو گشتی گفتی 2-2 فلان فلان فلان. شما هم به نظرم مشکوک. متشکرم. آقای مهدی از کدوم شهر تشریف آوردید؟ از تهران. بفرمایید. به نام خدا. سلام، من نیمام از همدان، امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. شما مشکوکی، شما 4 نفر رو معرفی میکنی که هنوز صحبت نکردن، بعد معتقدی 3 تا مافیا دست توش در میاد، درسته؟ این فکت مشکوک بودن شما، این دلی. استدلال مشکوک بودن شماست. شما هم اول اینکه دو تا تارگت پرت میزنی بعد اینو
اینو میکوبی مشکوک، اول باید به ایشون اتهام میزدی. برم. دوستان سلام، من حمید رضام، خیلی خرسندم دارم باهاتون بازی میکنم. دوست عزیز، علت مشکوک بودن ایشون اینه که چون به کسایی که صحبت نکردن اتهام زده. خب ایشون چون نفر اول چه انتظاری داری؟ شما فقط یه اتهام خوردی، تحت فشار قرار گرفتی که اتهام جواب بدی. شماره 3 فوق العاده مشکوک. به نام نامی الله. سلام دوستان، سروش هم از طبقه، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. بچا شماره 1 سر صحبت بلند شده، اتهاماشو زده دیگه، چه مشکلیه؟ بچا من آقای شماره 2 رو مشکوک بازی دارم، آقای شماره 3 رو مشکوک بازی دارم، آقای شماره 4 هم حس شهروندی میگم به همراه آقای شماره 9. بفرمایید. سلام دوستان، نیما هستم از مشهد. شهرم بدم، شهرم لطفا مافیا ازم بترسن. در وهله اول، در وهله دوم یه اتهام خیلی قوی میزنم به آقای نیما. در وهله اول اصلا چه نیازی دو تا نیما تو بازی باشه؟ در وهله دوم طبیعتا نفرات بعد از متشکرم. به توکل نام اعظم. سلام دوستان، محمدم، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم، از اصفهان اومدم. شماره 1 مشکوک بازی، استرس داره. شماره 2 خودشو ملزم دونه درباره شماره 1 صحبت کنه. شماره 3 هم مشکوک. آخه این سه نفر رو من از سر صحبت سر شماره 3 مشکوک بازی میدونم. شماره 9 شهرونده. شماره 4 هم تون صداش برای من شهروندی بود. ممنونم. بفرمایید. سلام بچه‌ها، اسمم محمد از شهر کرج. خیلی خوشحالم جمعت حضور دارم. آی شماره 1، الان من که شهروندم، اون سه تا دیگه اگه شهروند باشن با سه تا مافیا دیگه، تو که فردا پرواز کردی. بعد استاد، کسانی که صحبت نکردن چجوری مشکوک میشن؟ یا شهروندن یا مافیا. من 3 رو فعلا شهروند دارم. شما یه دونه اتهام زدی، 6 نفر پشت سر شما صحبت کردن. بفرمایید. سلام دوستان، من رضام از اهواز، خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. نیما اولا تو مشکوکی، تو اومدی نوار خالی پر کردی، بعد گفتی چرا دوتا نیما باید تو بازی باشه؟ نیما مشکوکه، شماره 2 شماره 3 تو هم مشکوکی. چرا؟ چون من این دلیلی که آوردی خیلی دارم دلیل منطقی نبود، اومدی از اون ور زده بعد از این ور زده یا برعکسش. بفرمایید. تو هم مشکوکی. سلام، پویا هستم از تهران، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. من شماره 7 مشکوک دارم. شماره 7 میگه شماره 2 موظف دونسته خودش رو راجع به شماره 1 صحبت کنه. خودت میگی شماره 1 مشکوکه، پس نباید به اون اتهام میزدی. شماره 7 مشکوکه، شما هم مشکوکی که اون آقا 3 تا یا 4 تا اتهام زده، میگی چرا 3 تا یا 4 تا اتهام زدی، فردا میخوای از بازی بری بیرون. تو هم بفرمی. مشکوکی. از حمید رضا مثل خوبی نمیگیره. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر، رئیس مافیا تایید، ناتو تایید، گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کاراگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون، تکاور بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. چالش بذار بدم به اتهامم. البته میدم شماره آقای شماره 8 صحبت کنم. آقای شماره 10 تو از من آقای شماره 7 خورده گرفتی، چرا به این دو تا اتهام زدی؟ شما موزد نسبت آقای شماره 1 و 2 چی؟ بچه 10 قطعی مافیاست. ساده. بفرمایید. خب بچه ها، من 3-4 تا اتهام زدم. نفر اولم با دل و جرات اومدم اتهام زدم. شما همه تون موضع گرفتید به غیر از آقای شماره 10.
موزه گرفتی؟ چرا عدم تایید؟ چرا عدم تایید؟ موزه نگرفتی؟ دروغ بازی. شما یه مافیا خیلی مشخصی، من به سه تا مافیام، شما یه مقدار آقای شماره 8 برام کمتر میشه. آقای شماره 10 که اومد این کارشو به قول معروف انجام داد و خودشو شهروند نشون داد، برام مشکوک‌تر میشه. 2 3 10 بفهم. چالش شماره 7 صحبت کن. اول من صحبت کنم. الان شماره 1 تارگت های روز قبل چی شد؟ اتهام رو داره قبل چی شد؟ نه الان فقط 10 و 2. شماره 10 قطعا مافیای بازیه، شماره 2 هم قطعا مافیای بازیه. من امروز اصلا با شما کاری ندارم، امروز فقط شماره 2 از بازی خارج میشه. بفهم. آقا نکته اول، شما آترن معرفه گفتی 1 مشکوک، 2 مشکوک، 3 مشکوک. آیس کل صحبتش راجع به 1 بود که 1 مافیاست. 3 چه مشکوکیتی بس واسه تو داره؟ مگه نگفتی منو این مشکوکیم واسه چی زدی پس؟ الان یهو شیر شدی 10 مشکوک 2 مافیا. آقا این آقا قطعی مافیای بازیه. بعد شما این نکته دارم، شما گفتی من چالشمو میخوام بدم به مافیای قطعن، درسته؟ بعد چجوری الان بعد 90% صحبت راجع به این صحبت میکردی؟ بفرمایید نفر بعد. برای شماره 1 بعد من، شما الان میگی تارگت های روز قبلت چی شد؟ تارگت روز قبلش 2 بود، 3 اتهام روز قبلش 2 بود، 3 بود، 8 بود، 10 بود. خب الان 3 تا از اونها رو کوبید، بعد داری بهش خورده میگیری. چرا به 10 داری اتهام میزنی؟ بعد خودت داری میگی 10 قطعا مافیاست، بعد یک مافیا قطعی دیگه داری که امروز هنوز صحبت نکردی. بچه‌ها مثلا شماره 7 مافیاست. من شماره 8 رو شهروند دارم. اگر شهروندی راجع به مافیا رسیدن یک نفر قطعیتش، به نظر من عجل نکن که داری به نظر من تو شهروند. بفرمایید. خب بچه آقای شماره 7 مشخص شد، صحبت آقای شماره 3 انجام داد، داره میگه تارگتات اتهامات کجاست؟ 1 2 3 4 من گفتم بهشون، شماره 10 گفتم، بعد میگی نه، بعد داره میگه شماره 10. بچه بدون صحبت میندازیمش بیرون، خیلی راحت و آسوده، تموم شد، خدافظ. بفهم. شماره 7 صحبت کنه. آخه شوخیتون گرفته با من. من یه دونه 2 گفتم، دارم 15 تا دونه اتهام میخورم. شماره 1 اگر 2 اتهام شما نبود، الان منو داری بوده توی یه دونه طرف میذاری. این شماره 1 مشکوکه، میخوام حس شهروندی بگم اتهام خوردی نمیذاری. یا امروز شماره 2 از بازی خب شهروند بازیام. بچه ها یه لحظه دقت کن، آیا شماره 1 و شماره 3 شما معتقدید شماره 7 اونقدر مافیای قطعیه که امروز باید بره بیرون؟ مخصوصا شما دیگه، چرا به 8 که از اول داستان داره به مافیای این استاد عدم تایید میده هیچ کاری نداری؟ تو یا باید بدونی این استاد میدونه این آقا شهرونده، یا باید بگی یارشه دیگه. بعد چی شد تو الان یهو با شماره 3 هم نظر شدی؟ فقط یک دونه مافیا شماره 7، بعد تو یه دونه اتهام به شماره 10 زدی، بعد الان با شماره 10 هم نظری باز دوباره شماره 7؟ نه آقا، شماره 7 شهرونده، 1 مافیا، 3 مافیا. شماره 10 صحبت تو بشه چالششون صحبت کردن. بله بفرمایید. شماره 8 بعد از شما صحبت. من ببخشید من صحبت کنم. واسه وقتی اول بازی من گفتم 10 مافیا، با من میگه 10 مافیاست، بس فعلا واسه من شهرونده. بعد از اونجا اتهام خوردی. بعد شماره 2، شما برایندت از 10 نفری که گذشته فقط چالش داد شما دادی، شماره 7 فقط راجع به شماره 7 صحبت کردی. اگه چالش نمی خب خودت صحبت میکردی. الان پشت توضیح بده من ببینم. آخه من صحبت بکنم، یکی بلند شده سر صحبت میگه 2 3 8 10 مافیا، بعد 2 بلند میشه، بعد به اون کاری نداره، بعد میگه آقا این تارگت زده، این ورسه تا تارگت زده اتهام. این چالش اتهام زده، داره توضیح میده. شماره 3 هم بلند شده معتقده که اون مصطفی شهروند اتهام زده، بعد داره اتهاماش یکی هم داره میگه استاد شماره 7 جز اتهامای آقای شماره 1 نبود، شو آقای 2 بود، شما بودی 8 بود 10. بچه‌ها آقای شماره 8 حالا چرا مافیای بازی؟ یه چالش ادامه‌شو برو. بچه‌ها شماره 8 چرا مافیای بازیه؟ شماره 6 بازی بلند شد دیروز میگه نیما هم اسم منه، تگ تارگت بوده، میگه نیما تگ تام بوده، میگه نیما بره بیرون. بعد به خورده میگیره به آقای شماره 10 که میگه تو از این همه برایند یکی دو نفر رو اینجا زدی، قبل شما یه نفر رو زده، چرا به این کار نداری؟ بچه‌ها من 8 رو تو این جنگا گرفتم. آره. بفهمید. من چالشمو دادم. نه ببین گیر داد. ولی شماره 8 مافیای بازیه. ببین شماره 7، شماره 3 و شماره 1 پا شدن میگن شماره 2 هنوز صحبت نکرده. تو چرا میگی امروز بره بیرون؟ یعنی شماره 2 دو تا زبون داره دیگه. بعد تو همچنان داری میگی شماره 2 فقط بره بیرون، یعنی اونها رو مشکوک نمینی. بعد شماره 8، شماره 7 پا شده میگه 2 که صحبت نکرده بره بیرون. این مشکوک نیست، صرفا سر این که با شما هم اتهام بوده بعد جرام بشه. شماره 8 شماره 9 بعد از
بچه ها یه سانی استدلال آقای شماره یک چیه؟ روز معارفه بلند شده 4 دونه اتهام زده، چشم و کرده 4 اتهام باشه کاری نداره، میگه فقط شماره 7 بره بیرون. الان بعد منو با شماره 2 که اتهامم داره توی یه طرف میذاره، نمیشه دیگه. یک مافیای بازی، 3 مافیای بازی، دیگه چیز عجیبی نیست. میتونین با من بازی کنین بره طرف من مشخص. آچا من صحبت کنم، هر کی میگی حس شهروند میگیری چالش میدی، من یه چالش از اول واسه دارلم گرفتم. آچا شماره 3 از یک نفر است مافیا میگیره، به یه فکتی از یک نفر است شهروند میگیره. تو نمیخونی، تو به یکیشون عینا میگی شهروند، یکی میگی مافیا. شماره 3 مافیای بازی، شماره الان اون شماره 3 چی شد؟ شماره آقای نیما شماره 3 چی شد؟ بچا هم نیما مافیاست، هم جفت نیما با هم در مورد هم دیگه صحبت هم نمیکنم. همین نیما مافیاست، همون نیما مافیاست. آقای شماره 1 صحبت کن. مرسی، صحبت مهمی دارم. خب داری اشتباه میکنی، اگه شهروند مسی مسیر رو داری به ما بد میگی، ما راجع به تو داریم درست میگیم. میگی چرا اتهامات کو، من اتهامامو زدم، بعد داری میگی دقیقاً شماره 10 میگی اشتباه زدی به 10، خودت هم 10 داری اتهام میزنی، الانم رنگ رود پریده. خدافظ. من صحبت کنم، اگه شهروندی آخرین اتهامتون به منو، من سر و سامان یه چالش گرفتم، موجو انداختم روی شماره 10، نه چالش گرفت یک نفر با من آقای شماره 7 کوبید، آقای شماره ول کرد. آقای شماره 10 چرا مافیا پشت دست موج من سوار نمیشن؟ شما رو خروج بدن فردا بنده رو بزنن. اصلا یه چالش بگیر صحبت کن. بچه ده قطعی مافیا، تا که چالش گرفتی به چالش انداخت خروج، ده قطعی مافیا به من تو میزه روز بعد بالای داریدا. چالش من برای نیما بعد از من. استاد الان کیا میگن 10 مافیا؟ میشه یه لایک من بدن؟ طيب. آه هر سه تا اینا که مافیا نیستن، توشون شهروند هم هست. بعد تو الان باید چالش بگیری در مورد اینا اعلام موضع کنی، ولی هیچ کار نمیکنی، از اونجا داره صحبت میشه یه چالش هم نمیگیری. من امروز هست میکنم با این تیم، چون میدونم که یعنی شما همتون نمیتونین نمیتونین همتون مافیا باشین، شو کنین نمایان کنین، یکی رو بدین بیرون. به نظرم مرسی واسه چالش. آقا نیما قطعی مافیاست، نیما یک مافیا داشته، من امروز داره با من شماره 7 رو میکوبه، بعد الان اتهام شماره 7 و 8، معتقد 8 مافیا که یارشو الان حمایت کرده، بعد 8 داره به 10 تارگت میاد داره لایک میده. خب مافیای تو داره 10 اتهام میزنه، تو بعد الان دیسلایک میدی؟ چرا الان داری صحبت اون لایک میدی؟ آقا نیما آقا مافیا، نیما لایک بره و دیسلایک نه، تایید و عدم تایید. تایید بفرمایید. چالش برای شماره 2. من صحبت کنم آقای شماره 7، من هنوز صحبت نکردم، شما پا میشی راجع به یک استدلال هاشو میاری، بعد میگی 2 میاره بیرون، الان میگی 1 و 3 مافیان، بعد شماره 4 به 8 اتهام میزنه، شما تایید نشون میدی، الان 10 هم اتهام میخوره تایید نشون میدی. آقا مافیای شما که 5 تا مافیا داری، بعد یه نفر داره به مافیای شما رو حمایت میکنه، آقای شماره 4 بهش حمایت بهش اتهام میزنه، شما تایید نشون میدی؟ بفرمایید. ببین آقای شماره 8، من فکر میکنم شما شهروندی، گوش کن، تو من یه اتهام زدم سریع عصبی شدی، یه دونه مافیا اینقدر عصبی نمیشه بخواد چالش بگیره، نفر اول یکی رو بکوبه. تو ذهنیت من با تجربه میگم آقای شماره 7 قطع به یقین مافیای بازیه، یارش به نظرم شماره 4 میتونه باشه اینجای بازی که میاد. ببین بچه من اینجای بازی درخواست چالش خواستم، هیچی به من نداد. آقای شماره 2 دید، همتون هم دیدید من درخواست چالش خواستم، پس این چی میگن؟ این نکته شهروندی منه که یه نفر از اینجا به من چالش داده. آقای شماره 7 بره بیرون فردا، اگر من نبودم تو بازی شماره 4 رو بدیم بیرون. بچه میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای مصطفی، مهدی، نیما، حمیدرضا، سروش، نیما، محمد جواد، امیر محمد، رضا، پویا. بفرمایید بشین. چهار نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 3، 6، 7 و 10. آقای نیما بیستید و دفاع کنید. بچه های لحظه توجه کنید، 10 که به نظر من شهرونده، 3 نفر اومدن دفاعی، بعد 3 نفر با 5 رأی اومد داخل دفاع. دفاع تایید آدم تایید نداری، به نظر من میتونه شهروند باشه. آقا به نظر من نیما مافیاست. خب شما در نظر بگیر یک مافیا قطعی داشته دیروز من، امروز با من داره اتهام میزنه به شماره 7، بعد معتقد 8 یارشه بلند شده به صورت نمایان تو روز حمایتش کرده، بعد به صحبت به اون 2 نفر داره اتهام میزنه، بعد اون شماره 8 داره اتهام میزنه به شماره 10، به صحبت های اونم داره تایید نشون میده، الان به شماره 10 هم رأی میده. خب الان اون که داره میگه آقا من رأی خروجم امروز شماره 6ه. بفهمید بیسید دفاع کنید آقای نیما. صحبت کنم بچه، من شهروند بازی هم، شماره 3 و شماره 10 رو هم شهروند میدم، شماره 3 تارگت نخورده، اتهام نخورده و این همه رأی برده، شماره 10 هم به همین صورت. ببین من تاییدی که دادم سر این بود که آره این آقا چالش نمیگیره،
ولی صحبتش گفت آقا چالش به من ندادی، یعنی تایید سر اون دادم، گفتم شاید باشه. بعد شماره 7 این همه اتهام خورد، از این همه انتقام خورد و کلا 4 تا رأی یک آورد، یکی من دادم، یکی شماره 1 داد، یکی شماره 10 داد با یک نفر دیگه. شماره 7 مافیا قطعیه بود. اصلا نباید بیای سمت من. ببین عزیزم، شماره 1 وقتی من بهش میگم مافیای بازی، 11 تا دونه تایید میاد با دو رأی من و 8 میشینه. شماره 2 یعنی من چه مافیاییم که نمیتونم اتهامامو بیارم توی رأی گیری، 2 نتونستم بیارم، 1 نتونستم بیارم. بچا من شهروند بازیم، دست شهروند برای من اینجا نمیاد بالا اصلا، من شهروندم. اگرم شک داریم بین 3 و 10 ندیم بیرون، فردا تفنگ مشخص میکنه طرف مقابل. بفهمید بیستید و دفاع کنید آقای پویا. این آقای شماره 8 یه بار دیگه واسه توضیح میدم، اگر من حس بکنم شهروندی، اگر شهروندی توی طرف مافیا قرار گرفتی، شماره 7 به نظرم مافیا. ببین شماره 7 کل اتهاماش شماره 2 بوده، یه چی شماره 10 بازی که منم، بعد میگه چالش نگرفت، در حالی که من از همه درخواست چالش خواستم، هیچی به من نداد. بعد کسی ببین با حداقل آرام اومد توی دفاعی، یکی من رای دادم، یکی شماره 2 رای داد، یکی شماره 6، یکی شماره 3. ببین شماره 3 تو دیروز شماره 6 بهت اتهام زده، امروز باهات کاری نداره، پس این دکتر شهروندیش نباید بهش اتهام بده. چهار عزیز بیستید، شما به هم حق رای دارید. رای گیری مجدد برای نیما شماره 3، نیمای شماره 6، محمد جواد، پویا. محمد جواد کلام آخر. بچه های شهروند از بازیتون رفت بیرون، اصلا مشکلی نداره، شماره 1 ازش نمیگذاریم، بچه شماره 1 مافیای بازیه، برای من لبخند نباید بزنی، باید فردا که شهروند رو اجماع کرد گریه کن. این شماره 1 مافیای بازیه، شماره 2 قطعا مافیای بازیه. بچه ها شهروند نباید بی غیرت بازی در بیاره، اتهامای منو پیگیری میکنی. شماره 9-8 شهروند، 4 شهروند بازی، اصلا به تو کاری ندارم، شهروندی فقط به اتهامای من پیگیری میکنی ها. فقط متشکرم آقای محمد جواد. پشت صحنه همراه باشید لطفاً. من دو رو مافیا دارم، یعنی 80%. بین حمایت هم قطعاً یه مافیا بوده، یعنی بین 4 و 8 قطعاً یه مافیا بوده که منو حمایت میکرده، روی جلو شهر وایساد و گفت شماره 7 که بنده بودم شهروند بازیه. به نظر من شماره 4 که بیدلیل منو حمایت میکرد مافیا بوده، 2 هم میتونه مافیای بازی باشه. ما الان من شب میشه شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیراندازی دارین. بخوابه. پزشک. 2 حق انتخاب. بخوابه. تفنگ دار. شما حداکثر میتونید 2 تفنگ به شهر بدید. بخوابه. دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دستایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت.
آقایون دستاتون رو بندازین، عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. یک نفر از دست دادیم، یک شهروند. یک دور صحبت میکنین آقایون، 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. بچه دیروز کیا با من رأی دادن به نیما؟ فقط شما بودی دیگه. کیا رأی خروج دادن به شهروند؟ آقا امروز نیما بره دیگه، تیر هست نیما رو بزنه، یه مافیا از بازی کمشه فعلا تو نسبت بعد یافته کن. آقا شماره 6 قطعی مافیا، تارگت شما اتهام شما رفت بیرون شهروند بود دیگه. من دیروز گفتم، من خودم دیروز اونو کوبیدم ولی بهش رأی ندادم. بفرمایید. سر من گیج شدم جدا، من فکر می‌کردم شماره 7 مافیا باشه. حالا چیز نداره، من شهروندم جدا. شماره 6 الان مشکوکه، میتونه مافیا باشه. بعد حرفا رو بشنوم، من خیلی الان حرفی ندارم فعلا. آقا چالش من برای نیما بعد از من صحبت کنه. استاد شماره 3، الان شما از بین کسایی که رأی خروج دادن هیچ اتهامی نداری؟ معتقدی نیما بره بیرون؟ نیما رأی داد؟ نیما تو به این اتهام، تو به این اتهام زده بودی بهش رأی دادی؟ خب این آقا اتهام زده. این فقط این مافیا، اون این که گفت شهروند، اینم شهروند، از اون صدا هیچ مافیایی نداری. بچا شماره 3 مافیای بازیه. شماره 3 امروز از بازی خارج میشه. سوالی منم در میاد. حالا من صحبت کنم. شماره 3 نفر دیگه همراه من به شماره 7 رأی دادن. تو اینا مافیا نیست. پس شما دیروز کلا داشتی با شماره 2-1 بازی میکردی، هیچ اظهار نظری الان در موردش نمیکنی. فرض رو بر این بگیریم مثلا تو شهروند باشی، منم شهروند. اون موقع مافیات کی میشه اونجا؟ همین صحبت کنم. من صحبت کنم اول. بچه یه لحظه گوش بده رفیق. شما روز 1 مگر اتهامت ایشون نبود؟ ایشون مگر یک اتهام به شماره 7 نزد؟ مگر شما پا نشدی گفتی بله بله تو شهروندی چون داری 7 رو اتهام میزنی؟ بعد الان بین کسایی که رأی خروج دادن تو به من رأی 1 دادی، درسته؟ به چند نفر دیگه هم رأی دادی، اومدی پشت دست این رأی خروج دادی. بعد تو الان نباید فقط اتهامت این باشه. لطفا صحبت کنم، گوش بده آقای حمید. تا این به من نگفتی شهروند، من نگفتی من شهروند. هر کی استاد اتهام میزد من چیکار میکردم؟ عدم تایید میدادم. تو رأی 2 دادی بهش. بعد الان میگه آقای نیما مشکوک بازیه یا معافیت معافیت شهروندی؟ بچه ده قطعی مافیاست. آقای نیما میاد بالا خروج میکنه، بالا خروج هست، رأی 2 داده به شهروند. تو اتهام مستقیم استاد بود، فقط 7 بود. آقای نیما قطعی مافیاست، 10 هم مافیاست. حالا واسه شماره 1 بعد از من صحبت کنه. این من رأی دادم، 3 نفر دیگه هم همراه من رأی دادن دیگه، اونا مافیا نیست آقا، 10 مافیاست. داره به من میگه مشکوک، از موضع آگاه میدونه من شهروندم. اگر شهروندی منو رها کنید. شماره 3 مافیای بازیه. تو دیروز با 2-1 داشتی بازی میکردی، نوبت پیش معارفه، پاشودی گفتی شماره 1، چرا به کسایی که صحبت نکردن اتهام زدی؟ فرداش دیگه تارگت نخوردی. شماره 3، شماره 3 قطعی مافیای بازیه. چالش داشتم، یه مرور میکنم بازی شماره 7 رو که بلند میشه صحبت‌های نقد میاره داخل بازی، بازیش مطمئنا ضبط شده، همه دیدن که چجوری بازی کرد، این مقدار چیز نکنه داخل بازی. بعد شما آقای شماره 4 و آقای شماره 8 دیگه مطمئنید از اول بازی عدم تایید میدید به عنوان شهروند، مشکوک من میشینید. به چه آگاهی؟ چرا عدم تایید؟ چالش برای شماره 8 بعد از من صحبت کنه. بچه ها یه نکته میخوام بهتون بگم. شماره 10، شماره 8 داشتی دیروز خیلی سریع و محکم داشته به شما تارگت میزده. بعد شما میگفتی که آقا تو شهروندی، ول کن مافیای بازی شماره 7، شماره 6 هم اومد تو دفاعی هم میگه شماره مافیای بازی شماره 7. چی به صلح ملی رسیدین؟ من اون شهروند داره یک سر سرش عدم تایید میده. بچه ها یه چالش من بده. وایسا من چالش خودت هم من صحبت کنم. تو فعلا به شهروند رأی 2 دادی، فعلا نظرتون رو گوش بده به حرف من. من موج رأی شماره 10 انداخت، آقا شماره 10 به من گفت ایمان تو شهروندی، حس میکنم شهروندی، شهروند به شهروند من رأی 2 میدی. بعد الان میگی نیما مشکوک، تفنگ باشه بزنه. اگه تفنگ دوز من حس میکنم استاد تفنگدار بازی بوده. تفنگ باشه شماره 10 ده قطعه به یقین مافیاست. بعدش تصمیم گیری کنیم. الان من مافیاتم دیگه. ادامه صحبتتو بگو. بچه ها اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. بچه ها من تارگت هم این دوتا، من شماره 10 رو میزنم، تیر دارم، تایید میشه؟ تایید میشه.
شماره 10 رو میزنم. شماره 10 وصیت کنه بره دیگه. مشقیه. بله. بچه بفرمایید. من صحبت کنم، چالشم هم دادم. شماره 1، اصلا کسی تو رو مؤاخذه نکرد، تو یه چالش گرفتی، فقط توضیح دادی که من چرا به شماره 7 رأی دادم. به این بچه ها، به این استاد، دیروز این آقا اومده پشت دست تو به این رأی میده، بعد الان دید انتخابی از بین کسایی که رأی خروج دادن کی مافیاست؟ شما رأی خروج دادی، ایشون داده، ایشون داده، شماره 10 هم داده، چرا فقط داری به این میگی مافیا؟ چالش برای برای شماره 10 بعد من صحبت کنه. آقا شماره 9 قطعا مافیاست، داره منو مؤاخذه میکنه. چرا بین 4 نفری که رأی 2 دادن مافیا نداری؟ بعد مافیاش منم. خب مگه من رأی 2 دادم؟ تو داری استدلالی که برای من میری، بعد خودت بین اینا مافیا داشته باشی دیگه. ولی بین اینا مافیا نداری، داری میگی من مافیام. آقا شماره 9 مافیاست. نیما میتونه الان، اگه تو شهروندی داری میگی تارگت الان باید فقط اتهام شماره 9 باشه، میگه بین اینا تو مافیا نداری، بعد خودت چرا به من اتهام میزنی که رأی 2 ندادم؟ آقا شماره 9 به نظر من مافیا 10 قطعی شهرونده. آقا میخواین دعوا بدین بیرون؟ اول من دارم بهت میگم تو نظر بگیر. نفر بعد. اوکی ببین آقا شماره 8 به نظرم بازم الانم میگم شهروندی، فرقی نمیکنه. من اتهامم شماره 7 بود، خونده شهروند، دلیل بر این نیست که اتهامم اشتباه بوده. بعد آقا شماره 6 تو، من بهت میگم مشکوک، تو میگی من میدونم تو شهروندی. گفتم مشکوک چرا؟ گفتم شهروندی، گفتم بهت شهروند. شماره 6 مشکوکه، شماره 1 هم میتونه بچه‌ها مافیای بازی باشه. 6 من صحبت کنم. بچه شماره 1 قطعا مافیای بازیه. 4 نفر رأی خروج دادیم به یه شهروند، بعد تو مافیاها توی کسایی که رأی خروج ندادن نظری در مورد 2 و من و 10 نداری. شماره 1 قطعا مافیای بازی. تو الان باید پاشی به من میگی مافیای قطع، نه اینکه مشکوک. بفهم چی شد؟ 3 و 6 چی شد؟ الان مافیا نیست، مافیا هست. نیما تو این، تو دیروز توی دفاعیت گفتی شهرونده، درسته؟ الان استدلالی که واسه مافیایش میاری دیروزم داشتی، ولی تو دفاعیت گفتی شهرونده. آقا من نمیدونم بین 3 و 6، بین 3 و 6 به نظرم میتونه تفنگ بخوره. شما هم صحبت کنیم. من تفنگ دارم. تایید میشه. شماره 6 رو میذارم. شماره 6 وصیت. بچه ها شماره 1 قطعا مافیای بازیه. امروز رأی خروج قطعا به شماره 1 بدید. رد خون من شماره 3، رد خون من شماره 3، یعنی اتهام شماره 3 رو من شروع کرد، بعدش هم همینطور ادامه دار شد. شماره 3، شماره 1، شماره 10 هم منو با گان زده، با تفنگ زده. فردا بگیرنش. چشم آقای نیما. آقای نیما با طرف مافیا رقابت رو ترک میکنه. پشت صحنه همراه باشید. یه بدشانسی که آوردم این بود که روز 1 یکی از یاران بهم رأی 1 داد، اومدم تو دفاعیه، وگرنه اصلا دیگه لازم نبود دفاع کنم و مشکوک شهر بشم. بفرمایید. به پاس احترام آقای شماره 10 شما صحبت کن. این بچه ها الان من شهروندم دیگه، شهروند نیستم. چقدر نمیفهمم تو رو جدا. آقا تو منو بذار مافیای آخر. این که میتونی این کارو میتونی حداقل کنی دیگه. من مافیام که الان یه یار زدم. اوکی منو بذار مافیای آخر. تو شهروند، من شهروند، شماره 3 شهروند، شماره 9 مشکوکه، یکم مشکوکه. یکم میتونه مشکوک باشه. بفرمایید. دیگه خرابش نکن آقای شماره 10. من شما و شماره آقای شماره 3 رو میذارم تیم شهروندی فعلا علل حساب. با شما فعلا کاری ندارم. آقای شماره 4 رو در نظر داشته باشید بچه‌ها. هی میاد ریز میره جلو، ریز میره جلو. آقای شماره 1 فلان فلان فلان، بعد میره سراغ اتهامات بعدی. آقای شماره 4 مشکوک بازیه. فعلا شماره 1، شماره 3 و شماره 10 میتونن تیم خوبی تشکیل بدن، مافیا رو نابود کنن. بفهم. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای آقای مصطفی، مهدی، نیما، حمید رضا، سروش، امیر محمد، رضا، پویا. بیستید. آرا به حد نصاب نرسید آقایون. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید.
بخوابه. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب توانش را از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابند. کاراگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیراندازی دارین. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه. با علام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 2. آقای مهدی خسته نباشین، پشت صحنه همراه باشین. این یه دونه بین 1 و 4 وجود داره، فکر میکنم 1 شهرونده. ستاره شهروندی دادیم 4 مافیا باشه، ولی من داده بودم بین 4 و 5 بزنه، که حالا 6 اون استدلال اون روزه بازی جوری شد که حالا من خودم شماره 6 رو تمام زدم و شماره 6 رو زد. درخواست اعلام وضعیت. رای نمیاره. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه. با چالش از شماره 5 به این سمت. آقای شماره 1 بفرمایید. آقای شماره 5 مافیای بازی، هیچ گونه صحبتی داخل بازی در مورد من نداری، رأی به من بدی با یار شماره 4. فکر کنم داریم تیممون کم کم تشکیل میشه. شما و شما آقای شماره 4 از بازی میرید بیرون. شماره 5، شماره 5 مافیای 1 من آقا. دوست دارید 5 میدیم بیرون. آقای شماره من صحبت کنم. بچه‌ها آقای شماره 1 در روز 1 بازی اصلا تارگتایی که زده اصلا دیگه اتهامایی که زده اصلا دیگه باهاشون کاری نداره. هر دقیقه مولا میشه من شماره ده اتهام شما نبود، الان باش تیم اپ میبندی. بچه من شهروند بازی هم، شماره 10 شهروند بازی. 8 خیلی داره به تو تارگت. من رو حرف 8 به شما تفنگ زدم، ولی تو میگی شهرونده، پس اینم شهرونده. بچه شماره 3 و شماره 6 از روز 1 داشتم به هم دیگه میزنم. من آدز، یعنی من شانس دو طرفی رو روشون میذارم. بفرمایید. شماره 8 صحبت. من صحبت کنم. استدلال من و 3 شهروند 4 نفر داخل دفاعی هم، من و 3 فقط به 6 رای دادیم. گفتم نیما، گفتم من نوبت صحبت، گفتم پاچه تفنگ نیما رو بزنه 10 با رای بدیم بیرون. درسته که برای یارم که نمیخرم، من تو رو میذارم آخر. اون شهروند دیگه تام نمیذاره. آره ببین، در مورد شهروندی اون روز یک رأی خروج داره دیگه رفیق شماره 1. تو هر کس بهت اتهام میزنه برات مافیاس. شماره 10 دیروز به تو رأی داد. چه در مورد شماره 10 صحبتی نداری، چون میدونی شهروندی. بعد داری اصرار میکنی خودتو تو این تیم آفه بیاری. درسته. ببین شماره 1 مافیاس، اون یکی هم بین 5 و 9 در میاد. بین این دوتا هم یه دونه مافیا در میاد. میگی شماره 3 شهروند. چالش برای شماره 9 بعد من. آقا روز 1 4 نفر رأی خروج دادن به شهروند. از اونایی که رأی خروج دادن کشته شب داشتیم، پس تو رأی گیری به جز یه مافیا نبوده که نیما بود رفته بیرون. پس این شهرونده، این تموم شد رفت. تو دیروز مگه زبون نیما نمیشدی به من داشی اتهام میدادی؟ الان تو نباید به من رأی بدی. ما ببین، من شهروندم، اون رأی 2 داده شهرونده، اون با تیر زده بعد از خوردن تیر مشکی، پس میدونه تیرش جنگی. اون شهرونده، این شهرونده، یه دونه مافیا اینجاست، شماره 9 مافیا بود، امروز میره بیرون. تموم شد رفت. بچه‌ها یه لحظه گوش بدین. بچه‌ها آروم باش. که لحظه شماره 3 دیروز میگفت 6 بره بیرون. روز 1 بازی با من میگفتیم همزمان با هم 6 بره بیرون. درسته. من اتهام می‌زدم، میگفتم تو مافیایی با تو. و گفتم با هم به 6 رأی میدیم از بازی خارج میشه. بعد دیروز بازی تو میگفتی 6 بره، بعد رسید اونجا گفتی بچه‌ها 9 از بازی خارج میشه. بچه‌ها 3 مافیای بازیه. چالش به شما میرسه. الان میدم شماره 3 ببخشید. میشه با دست یکی از یارای من؟ الان یار من کیه اینجا؟
یار من اینه، اصلا چه ربطی داشت به اینه که از روز یک داره من اتهام میزنه، رأی یکم به من داد. آقا خیلی مشخصه مافیاست، امروز رأی میدیم شماره 9 میره بیرون، اوکی امروز فقط شماره 9، فردا من اگر نبودم بین این دو تا بعد دنبال مافیا بگردیم. خب موافقم با شماره 9، اما شماره 5 اصلا استدلالی که میاری من واقعا دوست ندارم. روز اول نفر اول 4 تا اتهام زده، بگرده بچسبه بهش قدرت شهروت و دندقب گرفتنشه وقتی شماره 3 داره مافیا میده بیرون، وقتی شماره 9 داره تیر درست میزنه، چرا باید بهش اتهام بزنم؟ آقای شماره 4 چرا؟ به چه جرمی؟ چه گناهی؟ خدافظ. شماره 5 و شماره 9، حالا فعلا 4 میذاریم کنار. چالش شماره 5 بفهم. من صحبت کنم بچه، از اینجا بلند میشه هر کی یار نداره میگه شماره 5 مافیای بازی. بچه من مافیای بازی باشم تیرم نمیذارم بیارم، انقدر از روش هم میزنم میزنم رو هم شماره ده، یه شماره دیگه. بچه من قطعی شهروند بازیم. شماره تو تا حالا تو بازی هیچ نظری در مورد من نشه، الان نمیدونی به کی بزنی چون همه یه امتیاز دارن، بعد میگی فقط شماره 5 مافیای بازیه. خداحافظ. ببین شماره 9 از نظر من تو مافیای بازی هستی، الان به شماره 3 اتهام میزنی که اتهام شماره 6 بوده مافیا بوده، تو باید بگی اون قطعا شهروند بازی، نباید بهش اتهام بزنی. که نکته اول. نکته دوم، تو دیروز بازی از کسایی که به شماره 7 بازی رای دادن گفتی من مافیای بازی ام و شماره 3، من که میدونم شهروندم، شماره 3 هم که شهرونده، پس تو تمام اتهاماتم شهروند بوده. امروز خروجی شماره 9 باشه، مافیای بعدی بین 5 و 4 در میاد، هر کدومتون شهروندی رای بدین به شماره 9 بازی. اوکی چالش من برای شماره 3 بعد از من. بچه‌ها منو راه کنید، من شهروندم. بچه‌ها من داشتم اینو میکوبیدم. آقا یه دقیقه من راه کن. آقا شاید دارم اشتباه به تو تارگت میزنم. من نمیدونم. من بچه‌ها شماره 3 بازی، خب استاد تو داشتی با من بازی میکردی، بعد فراش گفتی آقا این بره بیرون. من دارم بازی همین تو تارگت میزنم. من اگه مافیا باشم حالا میدونم شما تو شهروندگی. من واش شما بازی میکنم که از اینا رو از بازی خارج میکنم. بچه‌ها منو راه کن. من شهروندم. من شهروندم. آقا من شهروندم. راه کن. آقا رأی یک های نیما کی بودن روز یک؟ کیا رأی یک دادن؟ من دادم تو رأی یک. بعد شما دو تا رأیتون انداختید. آقا یه رأی بدین شماره 9، یه رأی بدین شماره 4. آقا این شما اینم تارگت تارگتی به مافیا نذ، فقط شهروند زدن اتهامی هم نمیخوره. اینم رأی بدین. نفر بعد رأی بدین. شما به هیچ کی چالش نمیدم. آقا شماره 4 صحبتتون. من صحبت ببین رفیق، الان امتیاز شماریه دیگه، یهو زرنگ میشی. من رأی 1 ندادم به شهروند، رأی 2 هم ندادم. میتونی اینو بذاری رو حساب آگاهی. رفقا اولین کسی که شماره 9 تارگت زد من بودم، بعد این استاد میاد تارگت، بعد اینا الان دارن به هم میزنن. من شهروندم، میگید 9 مافیاست، اینم مافیاست، تموم شده. من صحبت کنم. آی شماره 9، الان من تو هم واسه من مشکوکی. من نمیدونم قطعی، همه دارن میگن تو بری بیرون. گوش بده من، تو الان 3 رو قطعی مافیا داری؟ 3 خب بابا 4 نفر اون تو دفاعیه، خب دیوونه است با من رأی بده اوس به نیما. خب 3 نفر دیگه رأی میداد میرفت اینو خیر یکی دیگه رو میگرفتی. نه بچه ها، تو رو هم هنو مشکویدم رأی دو دادی، یعنی یه دونه مافیا رأی دو داد، 3 تا شهروند رأی دو دادن خروج کرده، اینقدر مافیا ترسو. آقا فداشو من اتهامت رو زدم میدم میرن تو بازی. بفرمایید. 4 هم مشکوک. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای مصطفی، نیما، حمید رضا، سروش، امیر محمد، رضا، پویا. بفهمید بشینید. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 4 و 9. یک نفر راجع به حمید رضا، شماره 1. یک نفر راجع به رضا، شماره 3 بزن. بفرمایید. خب به نظرم دو نفر رو تقریبا گل آوردیم بالا. آقای حمید رضا شماره 4 بازی بلند میشه، اتهام خاصی نداره، بلند میشه یه توضیح در مورد شماره 1 میده و میچرخونه. من یه روز اول یه کاری لپی از شماره 9 گرفتم. کو اتهامت؟ اتهامت کو؟ جنگندگیت کو؟ بیرون. بفرمایید. دوست که بین این دو تا رأی میدیم، تو الان به من نگم کنی میگی دیسلبل من رأی میدی، من تو رو نمیفهمم. اتهامت هم منم. الان من دارم میگم کنار تو این میاد دوله به همه رأی میدی به جز این. اون اگه به سه نفر رسید به اونم حواستون باشه، چون نیما گفتش اونم شهروند شماره 10 هنوز حرف نزده بود. امروز من صحبت ها رو میشوام، با من رأی بدیم. میخوان اگه طرف من در بیاد دیگه، با من رأی بدیم به یکی از این دو تا. به نظر من قطعا حداقل یه مافیا بین این دو تا هست. من صحبت و دفاع کنید. بچه‌ها یه لحظه گوش بدید. من یک دونه اتهام شماره 1 به جرم این که رأی خروج به شهروند بازی، بعد الان آقا به هر کی بهش اتهام میزنه داره بهش اتهام میزنه، بعد اینجا نشسته، بعد شماره 9 که فکت که دلیل مافیایی داره و بهش میگید مافیا، اولین اتهام هم بستدن. من مگه دیوونم به یار خودم اتهام بزنم؟ ببین شماره 1 مافیاست،
5 و 9 این سه تا من شهروند قطعی بازیام. الان کی رو من اتهام زده بود که اون اومدم بالا؟ آقای رضا دفاع کنید. بچه‌ها من شهروندم، من صادقانه شهروندم. ببین الان این چرا اتهامش میده به اون؟ اون کجای بازیه؟ از شما میگید سه تا شهروند روز یک داده رأی دادن به یه دونه شهروند از بازی خارج شده. بچه‌ها بازیتون میلنگه، من شهروندم، به من رأی ندید. من هزار شهروند. آقا من شاید دارم اشتباه بازی کنم، من اصلا پشت دستو فرا بازی میکنم، ولی اصلا من شهروند بازی کنم. آقای شماره 8، آقای شماره 10، من دارم اشتباه شاید بازی میکنم. امروز به شماره 4 رأی بدین، فرا بازیتون در میاد. شماره 1 هم داره میگه آقا 4، بعد فرا میخواد نورو بده بیرون. به نظرم شماره 1 مافیای بازیه. بایستید لطفاً شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای حمید رضا. رضا آقای رضا بفهمید بشین. حمید رضا کلام آخر. من وصیت کنم به این رفقا، دو تا مافیاست دیگه، 9، 1 و 5. بین این سه تا اول 9 میدید بیرون، بعد 1 میدید بیرون، بعدم 5 میدید بیرون. فردا استلام وضعیت قطعا بگیرید. متشکرم آقای حمید رضا، خسته نباشید و پشت صحنه همراه باشید لطفا. تفنگ اولی که خورد بازی رو خراب کرد. یعنی ما یه شهروند رفته بود بیرون با رأیای شهروندی، ما فردا داشتیم رأیا رو گره میکردیم، یه خورده گروگانگیرمون هر کی اتهام میخورد پشت دستش اتهام میزد. یعنی دقیقا حواسم بود، من به شماره 1 اتهام زدم، پاشد به 1 اتهام زد، در حالی که سیاه شهره دوباره شماره 9 یار من اومد به شماره 5 اتهام زد، پشت بندش اومد به 5 اتهام زد. یعنی به جای اینکه خودش رو ببره تو اون حلقه شهروندی ها که با اونای شهروند اتهام بزنه، با تیم ما داشت اتهام میزد. خب دیگه بازی از یه جایی به بعد در میاد، یعنی شهروندا هم دیگه رو میشناسن. من خیلی سعی کردم هم بزنم روی یکی دو تا از شهروندا، ولی خب متاسفانه تیری که خورد کارو خیلی خراب کرد. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه با الامن روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 8. آقای امیر محمد خسته نباشین، پشت صحنه همراه باشید لطفا. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. 5 نفر رو از دست دادیم. دو مافیا، 3 شهروند. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 9 به این سمت. چالش من برای شماره 3. بچه شماره 1 مافیای بازی. آقا نخند. آقا شماره 1 مافیای بازی. چرا باید دیروز اتهامو بده به یارش بعد بیاد اینو بزنه بعد امتیاز بگیره؟ شماره 1 کجای بازی؟ آقا تو این تیم پست نفره آقا شهروند نبوده، متوجه بشین. آقا شماره 1 مافیای بازی. اون یکی مافیا شماره 1ه. نمیخواید من از بازی امروز میرم بیرون، بعد یکو بدین بیرون. یه چیکار کنم برات؟ بفرمایید. چالش شهروند. من چالش داشتم 9 که شهروندم درست دیروزش پافشاریم کردم بره بیرون. تو چرا رأی 2 دادی به این؟ نوبتت اونو بگو. الان من به تو مشکوکم.
گفت 1-5-9 درسته؟ این سه تا رو کوبید. سه تا شهروند به نظر من نکوبید. حالا نمیدونم. باز باید بشم. بفهم. چالش برای شماره 1. چرا بازی خراب؟ اگه شهروند خب رأی خروج دادم این آقا که مافیا بود. درسته یا نه؟ به نظر من آره دیگه. رأی خروج دادم. فعلا باید داشته باشیمش به عنوان شهروند. اوکی شماره 10 و سه تا شهروند داریم. بین دو نفر به نظرم بگم مشکوم من شماره 5 اسم میکنم. شما نوکی اصلا این شماره 3 تو شهروندی دیگه. منم از اول بازی شهروند داشتم. درسته؟ من حداقل نکته مثبت من اینه که با تفنگم یه مافیا زدم. مافیا مثلا مافیا یه تفنگ زدم. پس حداقل اینجوری میتونم بیام توی 3 نفر. نکتهش اینه دیگه. این آقا چه نکته مثبتی داشته؟ روز یک بازی فقط به شهرونده رأی نداده، اومده مافیا بازی رو میگفته من بهش اتهام زدم ولی بهش رأی نمیداد. دیروز بازی هم با یه مافیا اومده تو دفاع، فقط من بهش رأی دادم. الانم میگه تو شهروندی. پس این آقا بره بیرون دیگه. میگه آقا من فدا میخوام بشم سایه این آقا در بیاد. پس این آقا بره. طرف. بفهم. چالش برای شما. برمیگردم از شماره 5 به شماره 9 رأی میدم. چرا نه؟ چرا نه؟ چرا عدم تایید؟ چرا نوش 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 ببخشید؟ شما داخل بازی هیچ کاری نکردی، بعد بلند شدی هر اشتباهی آخر ببخشید من اشتباه کردم ببخشید نداری. برو بیرون. دست سه نفر ما با هم دست میدیم. با آقای شماره 5 دست خدافظ. آقا من صحبت کنم. من برای این آقای دو سه تا نقش شهروندی تو ذهنم گذاشتم کنار. واقعا اگه مافیا بازی باشه خیلی بد بازی کرد. بچه اونم که یه مافیا زده، اینم که با یه مافیا تو چالش بوده، یه مافیا دیگر هم توی چالش بوده، یه مافیای دیگر هم از زیر پتو در آورده، گفته این بره بیرون اون بمونه. بین من میمونه و شماره 9 دیگه. چون 9 صحبت کنم. آقا خب گوش بدین، استاد الان میگه چی؟ میگه من بازی میکنم 5 بره بیرون. آقا بهش میگه آقا 9 بره بیرون، میگه آقا باشه 9 بره بیرون. آقا شماره 1 مافیا. استاد اینو بده بیرون. اگر خون ما، اگر خون شهروند، اون موقع من تو با تو کیاس آقا به من دست ندید دیگه. سه نفر. نه دیگه اگه اینجوری باشه اول تو بعد بری، چون امتیاز مثبت این خیلی بیشتره. خب ببین تیر مشقی خورده، تو تیر زدی میدونستی تیر جنگه. آقا 10 شهروند ذهنم میخوام بهم بریزن. تو هم شهروندی، تو هم که دیروز داشتی میگفتی اون نره این بره، داشتی میگفتی مافیا بره، این هم شهرونده. آقا امروز شماره 9 بره دیگه، من نمیدونم الان دیگه اجماع داریم. ولی من یه چیزی بهتون میگم، اگر بازی رسید به 3 نفر این تموم نشد من نبودم، طبق اطلاعات از روز 1 بر هر نفر فکتش از روز 1 بررسی کنه. دارم بهتون میگم برای شماره 1 بعد از من صحبت کنه. بزرگوار تو اصلا نباید سمت شماره 1 بری روش بخوای اصلا تلاش کنی. تو باید رو من تلاش کنی. آقا تو رو من تلاش کن دیگه، من دارم بهت میگم تو با رو من تلاش کن. بچه امروز آقای شماره 9 بره بیرون. اگه خون شهروند بازی فردا موظفید همه منو بدید بیرون، به جای اینکه الان دارم میگم یه شهروند بره بیرون. اگه خون مافیا بازی تمومش میره خونمون دیگه. خیلی ساده است. حالا بعدش مثلا میشه مریض فکر، نمیخوام مریض فکر کنم مثلا دوست فلان. من همیشه پلیر جنگنده بودم، بازیکن جنگنده بودم تو بازیام. امروز اومدم هی دنده عقب گرفتم، دوست داشتم اسم میکنم. آقا شما 9 میدین بیرون، چرا عدم تایید؟ شما میری بیرون بعد خیلی قشنگ گفت آقا ما تحت تاثیر جو بازی قرار نمیگیریم، تو سه نفر حرف میزنیم. متشکرم. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای مصطفی، نیما، سروش، رضا بیستید. آقای رضا باید بیستید. پویا، بفهمید بشید. شماره 9 تک دفاع، یک نفر اتهام. اتهام بدون. شماره 1 بزنه. یک نفر حمایت. شماره 3 بزن. بفهم. بچه ها من صحبت کنم. نخیر. اول اتهام. خب شما هیچ کمکی به بازی ما نکردی، هیچ کاری نکردی. فقط هر کی در موردت گفت آقا شهروندی، عدم تایید، عدم تایید. چرا؟ چه کار کردی؟ چه کاری انجام دادی داخل بازی؟ هیچ. نه فکت، نه اطلاعاتی آوردی، نه کمک بازیمو کردی. ما قسم بازیمون مشخصه به نظرم. شما برید، من احتمال میدم بازی به احتمال خیلی زیاد بازی تموم میشه و شما هم دزدیدی به نظر من. شما رو مشکوک میشی. آقا به نظر من 9 که شهرونده. خب ولی بعد تو دفاعی صحبتاشو بشنویم. مافیا قطعی تو شما بگو. شما به نظر من شهروندی. ولی نمیتونم کاری کنم. اینا میخوام بهت رأی بدن. اگر من تو بازی بودم پیگیری میکنم. ولی به نظر من شما 9 شهرونده. مافیا قطعی تو داخل دفاعی بده. بچه‌ها من صحبت کنم. آچا من شهروندم. مافیای بازی داخل دفاعی بوده، درسته؟ گفته آقا اول 9 بره بیرون، بعد 1 بره بیرون. بعد مافیای بازی اتهامو داده به شماره 1 بکوبش. خب دیروز من حق رأی نداشتم که رأی بدم. میگی آقا پوینت داشته، من حق رأی نداشتم.
شماره 5 من شهروندم. آقا حس شهروندی که گرفته بودی درست بوده. بچه‌ها یک به نظرم مافیای بازیه. شماره 10 امروز رأی نده. آقا تو کیاس اصلا شما الان اگر رفتی بیرون شما شده شما بین ستا مافیات که مافیا ندارین دیگه. بچه‌ها شماره 1 مافیا امروز رأی ندین. آقا یه روز رأی نده. متشکرم. رأی گیری مجدد برای رضا. آقای رضا کلام آخر. آقا تبریک میگم به تیم شهر ما پیروز شد آقا. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید لطفاً آقا این قصه نباشید همین. رفتم خودم برای شما برگرد به بازی. واقعا بازی طرف رو همونجا کشتم دقیقا تو ذهنم بود گفتم خودتو کلا ریختی به هم برگرد بازی برگشتیم تیم و دست بود و یه اتحاد خیلی خوبی یعنی ما بعضی موقع اتحاده میخواد شکسته بشه شما اتحاد یک سه آره. و هشت باید آره آره ما یه اتحاده رو نگه داشتیم حتی یه جوی اومد شماره سه اومد خیلقله که اون بوده گونه اش به شماره ده مشغول بود بودم چرا بهش مشغول بشه بزن اتحاده بمونه ما یه آجی داریم یه اوکی داریم برای یه شهر بودن ما سه نفر با یه اتحاده رفت اینجا من خیالم راحت بود گفتم میبریم ما خداشون بازی رو بردیم و راضی هم یعنی دیالوگ مشکول صحبت های مشکول کم بود تو شهرونده یه دونه فقط شماره هفت بود به رفت یه بازی در اومد سخت خیلی کسی علیکی خودش رو گره نکرد با هم همراه شدن با اجماع شهر بازی بازی قشنگی بود اعتماد دیگه اعتماد کرده مافیار دوتای رای دو دادی تو اصلا در نمایی منو به احترامش دیگه ویل کردم کلا اولش من گفتم یه سیم یارد زده اشتباه کرد بعد دیگه گفتم میشه شهروند اینا میشه قطعی مافیاتون با تفنگ باشه بزنه نو هم که گفتم تو هم مافیایی ولی چهار دفاعش بذار گل واژه گفتن خودم خلاص نو میخواست بره آره استعلام نو اومده نو میخواست بره ولی دیگه دین چهاره خیلی مافیه تر از استعلام است گفتیم تو بره حالا استعلام فردا میبینیم ما یه شهروند خب خود شهروندا پیش دارن بیرون بعد شب خواستیم پنج رو بزنیم بالا با رئیس تصمیم گرفتیم مثلا سه رو زدیم و سه رو که زدیم سیف شد و برداشت برق برگشت تو پنج جنگی هم که اصلا فکر نمی‌کردیم دست شماره 10 باشه ما دست شماره 10 و 6 رو که زد بازی کلا برقش برگشت و بعدش مافیای فکری رفتن بیرون دیگه من سه شهروند بودن یک رو در بود هفته هشت شهروند بودن هم دیگر در بودن سه شهروند بودن 10 رو در بود ولی که چیزایی که مونده بود مافیا بودن دیگه براشون تمرکز کردم پیدا کردم اون تفنگی هم که خورده شد خیلی بازی رو باز کرد و شاخ شبه یکمون هم نشد اینا هم میخوان بدشانسی هایی بود که آوردن یه مقدار شانس واسه یه شهروند ها و یه دوتا شهروند خوب بازی ما رو به هم بود شانس شهروندی اولا اون نجات دکتری بود که روی شماره 3 بود و تفنگی که خورده شد عملا اون سناریو تیم ما رو ریخ به هم چون توی ما روز دوم کاملا سوار بازی بود ما دو تا گزینه پوش مافیایی هول مافیایی خوب داشتیم یهو بین این وسط حالا بازم اون تفنگم بین یک و یار من قرار بود خورده بشه باز شانس کمک کرد که به یار من تفنگ خورد یعنی اگر یک میخورد قطعا ما بازی رو به راحتی میبردیم ولی نمیگم شهروند خوب بازی نکردن خوب بودن ولی شانس هم کمکشون کرد که این خوب بودنه یه مقداری قوت بیشتری پیدا کنه وگرنه این بازی نبود که بخواد با این تعداد شهروند تموم بشه بازی خیلی عجیب و غریب و بد شروع شد استدلال‌های اشتباه موج میزد توی بازی یعنی شهروند ها بسیار ذهنشون بسته بود اصلا ذهن پویا من توی اغلب شهروند ها ندیدم با خروج شماره 7 از بازی و رب شدن گره شماره 7 و 1 و اینکه تیر شب هم نشست تقریبا بازی برگشت شماره 3 تقریبا بازی برگشت و شهروند های بازی مخصوصا شماره 3 کامل تونستم مسیر بازی رو پیدا کنم شماره 3 فوق‌العاده بود خیلی بازی کنه با دقتی بود و خیلی جذاب بازی کرد خیلی خب من اولین نکتر که بخوام بگم بزرگترین اشتباهی که به نظر من شماره 6 انجام داد رأی دادنش به شماره 7 بود فرض کنیم که نیما رأی نمیداد چه اتفاقی رخ میداد صرف شهرمن رأی داده بودن اون روز تو رأی گیری میشستن فردا یک دنیا صحبت میشد راجع به این سه نفری که رأی دادن به شماره 7 گره رو نگه داشت
دونه دونه از این طرف میتونستن بعدش پول بدن به بیرون یا از اون طرف تفنگ میخورد به یکی از اینا، خیلی فرق میکرد. بعد کسی که تفنگ زده بود مظنون میشد. خیلی کارهای ویژه میتونستن بکنن که خب نیما به نظر من اشتباه کرد که به شماره 7 رای داد، یعنی تقریبا اکثر گره های بازی رو با یه حرکت دست باز کرد. فردا کسی نبود که بهش پرداخت بشه، خود نیما مظنون بود، رای داده بود به شماره 7، خیلی هم به شماره 7 نپرداخته بود و بهش رای داده بود و بعد از رفتن نیما دیگه باز شد، یعنی انقدر بازی باز شد که به استعلام شماره 10 نرسید. شماره 10ی که موضع قدرت داشت بیشتر نمیتونست بره سمت شماره 9، شماره 4 تو اولویت بالاتر قرار گرفت. هر کسی ساده فکر میکردش میرسید به موضوع. خیلی مافیاها بد شروع کردن. اونجایی که شماره 4 داشت از بازی خارج پیدا میشد و داشتش خروج پیدا بله، جایی که شماره 4 داشتش از بازی میرفتش بیرون، خارج پیدا میکرد در واقع، بله داشتش میرفتش بیرون، گفتش که بعد از من حتما شماره 9 رو بدید بیرون. من به خاطر این میام، من به نظرم حتی شماره 3 داشتش ساده فکر میکرد، گفتش این که داره میره بیرون خب فردا میخونه مافیا دیگه، پس چه دلیلی داره که بیادش شماره 9 رو بگه این مافیاه. به خاطر همیشه دیالوگش اول روز این بودش که گفتش اون داشتش وصیت، گفتش شماره 9 داشتش وصیت میکردش، وصیت کردش که شماره 9 مافیاه، شاید شماره 9 مافیا نباشه. گاهی وقتا برای نجات شهر هوشمندانه عمل کردن تنها یک نفر هم کافیه. شهر ما پیروزیش امشب مدیون تیزبینی یکی از شهروندا و البته همراهی سایر شهروندها با اون یک نفر بود. ارادت.